السلام علیکم و رحمت الله و برکات و شاگردان عزیز و دوست داشتنی. باز هم حبیب الله مخیل با ارائه درس 34 از کتاب فیزیک صنف 8 در خدمتتون قرار دارم. امیدوار هستم تا پایان برنامه مرا همراهی بکنید و با امید سعادتمندی و سلامتی هر چه بیشتر شما عزیزان. شاگردان عزیز و دوست داشتنی، درس روز قبل ما شما در مورد قوه های عمل و عکس العمل بود و کاربردش در زندگی روزمره فهمیدن یا تفکیک قوه های یا شناخت قوه های عمل و عکس العمل بود و اجرای یک تجربه بود. در مورد خود قوه های عمل و عکس العمل گفتیم که هر قوه عمل در مقابل خود یک قوه عکس العمل داره. اگر با یک نفر اگر یک توپ محکم به زمین زدین، بس عکس العملش بیشتر از زیادتر ارتفاع را طی میکنه. هرگاه اگر یک دیوار با ضربه محکمتر دست بزنین، دستتان بیشتر اوگار میشه و شدت تخریب دستتان بیشتر است و دستتان اوگار میکنه و درد بیشتر احساس میکنه. پس میفهمیم که برانداز ضربه بزنین، عکس العملش هم توست. پس راکت هایی که به فضا پرتاب میشه هم از در اثر قوه عکس العمل و عمل و عکس العمل کار میکنن که یک مقدار مواد سوختی در سیستم خود راکت ها جا به جا شده و میسوزه و دود و شعلیاتش در عقب راکت میبره و باعث به حرکت آوردن راکت به طرف بالا میشه. و قوه عمل و عکس العمل اینمی کار برده در طبیعت، در زندگی روزمره انسان ها داره و در زندگی ما چی خواسته چی نخواسته، چی بدانیم چی ندانیم، در بخش های مختلف زندگی ما کار برده داره. والمی موضوع بعدی که بازم مربوط صنف 8 میشه، مضمونش فیزیک است. موضوع ما قوه جاذبه هست. اهدافی که داری درس ما دنبال میکنیم مفهوم قوه با مفهوم قوه جاذبه آشنا شوید، یعنی مفهوم قوه جاذبه را بفهمی. دیگه در مورد دیگه که اجسام چرا به طرف زمین میفته، در این مورد توضیحات لازم باید کسب بکنید در اثر مطالعه این موضوع. دیگه به نقش و اهمیت قوه جاذبه زندگی در زندگی روزمره خود پی ببرید. شما اهمیت قوه جاذبه زمینه یا قوه جاذبه را در زندگی روزمره تان بدانید که چی اهمیت داره و چی کاربرد داره. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، هر زمانی که یک جسم را بالا میپرتیم یا هر زمانی که یک جسم از یک فاصله سقوط میکنه، چرا به طرف زمین میره؟ آیا در مورد این فکر کردین؟ طور مثال در اینجا ببینید، یک سرپوش مارکر من میگیرم، به اگر اتفاقک میبرم، رهایش میکنم، میبینیم در سر میز افتید و از او هم زیر، یا یک گوته که تار میبین میپرتم یا افتید به شکل پایین. چرا پایین؟ چرا به یک سمت دیگه نمیری؟ زمانی که رزی اگر ارتفاع ها میگیم چرا پایین میه؟ چرا به سطح زمین میه؟ ما میگیم که هر جسمی را که از یک فاصله رها بکنیم به طرف زمین کشانده میشه. در کتابتون یک فعالیتی را داده گفته که در موقعیت های علیه بی و جیم هرگاه سه جسم از سه موقعیت بالای زمین رها شوه به کجا سقوط میکنه؟ میگیم در سطح زمین سقوط میکنه. اگر یک جسم در موقعیت الف باشه هم به سطح زمین سقوط میکنه و اگر در موقعیت بی باشه هم به سطح زمین سقوط میکنه و اگر در نقطه جیم جسم قرار داشته باشه باز هم به سطح زمین حرکت میکنه. چرا؟ یکی از عوامل بسیار مهمی که در این مورد میتونیم ما بگیم، میگیم که خود هر جسمی که از خود کتله داره از خود یک قوه جاذبه هم داره که اینمی قوه جاذبه در مرکز جسم نهفته هست و اجسام به طرف مرکز خود میکشنه، به طرف خود میکشنه. پس زمین هم چون در مرکز زمین قوه جاذبه وجود داره و هر جسمی که به او سقوط میکنه او را به طرف خود میکشنه. و قوه جاذبه، اینمی قوه جاذبه را از نظر فیزیک به نام قوه کشش جاذبه زمین یاد میکنن که هرگاه اگر بگویم چرا یک جسم به طرف زمین کشانده میشه، میگیم چون وزن داره. چرا وزن داره؟ میگه جسم کتله داره. وقتی کتله داشت پس جاذبه زمین بالای او عمل میکنه و او رو به طرف خود چی میکنه؟ میکشانه. و این جاذبه زمین در زندگی روزمره ما چی اهمیت داره؟ چرا مهم هست؟ چرا مهم است؟ یا مفهوم از این چیز، میگیم هر جسمی را که به طرف زمین کشانده میشه به نام چی یاد میشه؟ قوه جاذبه یاد میشه. هر جسمی که از هر ارتفاع توسط کشش جاذبه زمین به سطح زمین کشانده میشه به نام قوه جاذبه یاد میشه. و این قوه جاذبه چی اهمیت داره در زندگی ما؟ قوه جاذبه با اسه در تعادل نگه داشتن اجسام در روی سطح زمین میشه. یعنی باعث از این میشه که یک جسم در هر موقعیت خواسته باشه در حال سکونش نگاه میکنه.
تا او زمانی که قویدگی برای او عمل نکنه. طور مثال این مارکر از ارتفاع وقتی که رها کرده مامد دیجه افتید، پس این در این موقعیت میمانه دیگه، بدون از اینکه کدام تغییر موقعیت بکنه یا کدام طرف دیگه حرکت کنه، در روی زمین هم تو ثابت میمانه یا ساکن میمونه. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، قوه جاذبه زمین از طرف خود زمین بالای اشیایی که در دور بر زمین وجود داره یا در اطراف زمین وجود داره بالای یک قوه عمل میکنه. ما نظر به مباحث فیزیک بالاتر که شاید شما باز میخونید در صنف بالاتر، میگیم هر دو جسمی را که ما مد نظر بگیم، دو جسم زمانی که پالوی هم قرار بگیره از طرف یکی دیگه بالای هر دویش یک قوه وارد میشه، که یک جسم قوه جذب بالای دیگه جسم و دیگه جسم قوه جذب بالای دیگه جسم وارد میکنه و این را با طرف خود میکشه. پس به می شکل است که قوه جاذبه زمین بسیار مهم است و بسیار دارای اهمیت خاص است. هرگاه قوه جاذبه از طرف زمین بالای مهتاب و از طرف مهتاب بالای زمین قوه جاذبه وجود نداشته باشه، مهتاب نمیتونه در مدار زمین حرکت بکنه. و یا هم شما آفتاب رو مد نظر میگیرین که آفتاب از خود نو سیاره داره که در اطراف آفتاب میچرخه. پس هر سیاره ای که به هر محور یا به هر فاصله ای که از آفتاب به دور آفتاب میچرخه، پس از طرف آفتاب چون کتلهش بزرگتر هست قوه جاذبهشون بیشتر است، پس سیارات در عین فاصله به دور خود نگاه کرده و سیارات چون سرعت دارن در یک مسیر دایروی یا بیضوی دائما در حال چیستن؟ چرخش است. و قوه ای که از طرف آفتاب بالای سیارات وارد میشه متناسب است به قوه ای که از طرف خود سیارات بالای کره آفتاب وارد میشه. پس در بین سیاراتی که به می شکل خداوند خلق کرده تا این نظام زمین و زمان یا اینمی خلقتی که خداوند خلق کرده، آفتاب از زمین از سیارات خلق کرده تا این نظام بر هم نخوره، یک قوه جاذبه بین زیا وجود داره که قوه جاذبه سیارات مختلف است. به هر اندازه کتله اجسام بزرگ باشه قوه جاذبهشان بیشتر هست. پس بنان چرا سیارات بیشتر دور آفتاب میچرخه؟ چون کتله آفتاب از سیاراتی که به دورش میچرخه به مراتب بزرگتر و زیادتر است. پس قوه جاذبه آفتاب بیشتر هست. بعدن از زمین، بعدن از مهتاب، به می شکل قوه جاذبه بین سیارات وجود داره. پس اینمی قوه جاذبه است که باعث حفظ تعادل بین سیارات و مرکز نظام شمس که آفتاب است میشه. و به می شکل همین زمانی که من حرکت میکنم، ببینین وقتی که حرکت میکنم اینمی قوه جاذبه زمین است که باعث حفظ تعادل بدن من میشه، چون خداوند مرا به شکل خلق کرده که باید پای من بر روی زمین باشه و دستم بالا باشه، سرم بالا باشه، حرکت بکنم. هرگاه قوه جاذبه زمین وجود داشته باشه من میتونم در هوا بخوابم، من میتونم با دست را برم، میتونم با کله را برم، یعنی به هر حالتی که ما بخوایم میتونم حرکت بکنم، اما تعادل ما بر هم میخوره. پس میگیم که قوه جاذبه زمین از طرف زمین تا یک ارتفاع مشخص وجود داره. زمانی که ما از سطح زمین برانز ارتفاع ما بالا میره یا ارتفاع میگیریم، فاصله میگیریم، قوه جاذبه ما کم شده میره، قوه جاذبه زمین کمتر میشه. وقتی که قوه جاذبه زمین کم شد، زمانی که ارتفاع هم بالا شد یا زیادتر شد، زمانی میرسه که در یک موقعیت قرار میگیریم که قوه جاذبه زمین اثراتش صفر میشه. وقتی که اثرات قوه جاذبه زمین بالای ما صفر شد، پس اونمون موقعیت به نام چی یاد میگیرن؟ حالت بیوزنی، که در یک موقعیت میرسیم که جسم در اونجا وزن نمیداشته باشه. پس او را به نام چی یاد میگیرن؟ جاذبه. او را به نام بی وزنی یاد میکنن. خوش شاگردک ها عزیز، ما میتونیم که در مورد از این که یک جاذبه زمین یک فرمول کار میکنیم، ما یک فرمول داریم در بخش خود که کتله ها چگونه بینشان یک قوه وارد میشه، که این باز در صنف بالاتر صنف 12 میخوانین، اما تنها در اینجا یک یادآوری میکنیم که F نشان دهنده قوه جذب بین دو سیاره هست. دو سیاره نشون F مساوی میشه با G ضرب در M1 ضرب در M2 بر
آر مربع که در این رابطه جی را به نام جاذبه جهانیات می کنند، جی به نام جاذبه جهانیات می شه، اینی جی به نام چیز جاذبه جهانیات می شه و قیمت جی، قیمت جی 6.67، 6.67 ضرب 10 به توان 6.67 ضرب 10 به توان منفی 11 نیوتن ضرب در متر مربع، ضرب در متر مربع بر کیلوگرام مربع هست. پس میگیم هرگاه یک جسم با کتله M1 و M2 قرار داشته باشند، کتلهشان M1 M2 طور مثال زمین و مهتاب باشه و فاصله بینشان هر قدری که از فاصله، اگر بینشان زیاد بود قوه جذب بینشان کم است و اگر فاصله بینشان کم بود قوه جذب بینشان بیشتر هست، و این کتله ها یکی بالای دیگه قوه وارد میکنن که قوه جذب است، و اینجا هم قیمت یا ثابت جهانی را میگم که ثابت جهانی قیمتش 6.67 ضرب 10 به توان منفی 11 نیوتن متر مربع بر کیلوگرام مربع هست، که در اینجا کیلوگرام مربع هم مقدار کتله ها را نشان میده و متر مربع مقدار فاصله ای که بین دو سیاره وجود داره، و این هم چی را نشان میده؟ قوه جذب بین دو کتله ها چی میکنه؟ نشان میده که تنها در این جمع قرار کفایت میکنه که ایره به میشکل شما تنها یاد میگیرید. ارگو اگر بیایم بخوایم که قیمت جی را از کجا پیدا کردین، چون قیمت جی از طریق تجربه کتله هایی که توسط ترازوی کوندش کار شده که در کتاب های بالاتر هست و او را شما میتونید پیدا بکنید، او هم با استفاده از این پیدا شده که قیمت جی، اما چون ما برای فعلا چون اینجا وسایل اندازه گیریش نداریم که قیمت جی را خودمون پیدا بکنیم، میتونیم که این رابطه را طرفین وسطین بکنیم، نوشته میشه که F مساوی میشه با جی ضرب M1 ضرب M2 بر آر مربع، چون این یک مخرج میتیم طرفین وسطین میکنیمش تا چی شوه؟ معلوم مجهول شد. پس در نتیجه ما داریم F ضرب آر مربع مساوی میشه با جی ضرب M1 ضرب M2. پس در اینجا چون جی را میخوایم پیدا بکنیم، اطراف مادر تقسیم چی میشه؟ جی میشه. پس تقسیم M1 M2 میشه. پس در نتیجه جی مساوی میشه با F ضرب R مربع بر چی؟ بر M1 ضرب M2. پس از اینی رابطه قیمت جی پیدا میشه که در اینجا ما باید فاصله بین زمین و آفتاب بفهمیم، که فاصله بین زمین و زمین مهتاب چقدر است، کتله زمین چقدر است، کتله مهتاب چقدر است و قوه جذب بین زمین چقدر است. این مقدار رو بفهمیم، وضع بکنیم، قیمت جی رو چی میکنیم؟ بعد دست میاریم قیمت جی، بعد دست میاریم که اما اینمی تجربه توسط یک دانشمند به نام کاوندیش، که به نام ترازوی کاوندیش میگن که این تجربه اجرا شده و فاصله زمین و مهتاب، قوه جذب بینشان و مقدار کتله هایشان هم محاسبه کرده و بعدا این را در فرمول انداخته و قیمت جاذبه جهانی را کشیده، که قیمت جاذبه جهانی اینی میست که به نام جاذبه نیوتن را میره یاد میکنند. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، قوه جاذبه زمین درس امروزی ما بود. قوه جاذبه زمین قوه ای است که تمام اجسام را به طرف خود میکشانه، یعنی به طرف مرکز زمین میکشانه. هرگاه در هر موقعیتی از سطح زمین قرار داشته باشیم، هرگاه اگر از یک ارتفاع سقوط بکنیم یا یک جسمی را سقوط بدیم به طرف زمین کشانده میشه. پس اینمی عاملی که هر جسم به طرف خود میکشانه به نام قوه جاذبه یاد میشه، که زمین هم از طرف خود یک جاذبه داره. و آمدیم به موضوع دیگه که کاربرد جاذبه زمین در زندگی روزمره ما بسیار زیاد است، چی خواسته باشیم چی نخواسته باشیم حتما روی سطح زمین میگردیم، قوه جاذبه زمین بالای ما عمل میکنه. قوه جاذبه زمین بالای یک ذره هم همون مقدار هست و بالای یک جسم بسیار بزرگتر هم ثابت است، یعنی قوه کشش جاذبه زمین بالای تمام اجسام ثابت است. موضوع دیگه که میخوایم در اینجا بازم من حیث خلاصه یادآوری بکنم، میگه سیارات، اجسام،
هر جسمی را که ما مد نظر بگیم، زمین، آفتاب، مهتاب، عطارد، زحل و مریخ و هر سیاره دیگری که ما مد نظر بگیریم، میگیم در بینشان یک قوه جاذبه وجود داره. هرگاه دو جسمی را ما مد نظر میگیریم که دارای کتله ام یک ام دو باشه، حتما بینشان قوه عمل و عکس عمل چی میکنه؟ وارد میشه. اونجا قوه جذب بینشان وجود داره که نمی قوه جذب بین امی کتله ها مستقیما متناسب به مقدار کتله هایشان است. یعنی به هر اندازه که کتله ها زیاد باشه قوه جذب زیاد است، به هر اندازه که کتله ها کوچک باشه قوه جذب کم است، به هر اندازه فاصله بینشان زیاد باشه قوه جذب کم، به هر اندازه فاصله بینشان کم باشه قوه جذب زیاد است. پس این خلاصه درس امروزی بود. خدا کنه که از درس امروزی موضوعات خوبتر و بهتر فهمیده باشین. یک سوالکی که در بخش فکر کنید است، قوه جاذبه زمین چیست و چی میکند، تشریح کنید. تشریح زیرا با خواندن متن کتاب خوبتر و بهتر روز بعد من هیچ کار خنگیتون براتون میتونم ایره بفهمید که قوه جاذبه زمین چیست و چی میکند. درس امروز در اینجا پایان میرسونیم. خداحافظ ناصرتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.